سرخط خبرها، آغاز اختلافات بین طالبان، شاخی دیگر را انتحاری کرد. ندا محمد ندیم: اگر آبادی و تمدن می خواستیم، اسامه بن لادن را به امریکا می دادیم. طالبان: امریکایی ها در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکنند. سه تن در دو رویداد جداگانه در فاریاب کشته شدند. و پوتین: غرب خواهان برهم زدن اتحاد روسیه است. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. ندا محمد ندیم: اگر آبادی و تمدن می خواستیم، اسامه بن لادن را به امریکا می دادیم. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، گفته است که اگر هدف اصلی این گروه آبادی و تمدن می بود، اسامه بن لادن را به امریکا می داد. زنان اجازه کار می یافتند و نیاز به جنگ 20 ساله در افغانستان نبود. در یک نوار تصویری که روز یک شنبه 4 جدی در شبکه های اجتماعی نشر شده است، ندیم می گوید: بعضی گفتند چرا مکاتب را باز نمی کنید؟ آیا با آموزش مختلط اجازه می دهید؟ یا به خانم ها اجازه کار نمی دهید و به مصلحه ملی توجه نمی کنید؟ اما برای ما دین خدا از هر چیز مهمتر است. او افزوده است: اگر به آبادی و تمدن توجه می کردیم، اسامه بن لادن را به امریکا می دادیم و به زنها آزادی می دادیم. الله اجازه نمی دهد که خواهشات کفار را قبول کنیم. به گفته او، طالبان مکلفند که زنان را مجبور به ایجاب کنند و اگر قویداد وضع می شود، با بمب اتم هم نمی توان این گروه را از تصمیمش منصرف کرد. گفتنی است که طالبان در یک هفته اخیر با صدور دو فرمان تحصیل و کار زنان را ممنوع اعلام کردند. طالبان: امریکایی ها در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکنند. زبیلا مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به گفته های اخیر سفیر سفارت امریکا برای افغانستان گفته است که مسئولان امریکایی باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. مجاهد یک شنبه شب 4 جدی با نشید تیویت نگاشته است: موسساتی که در افغانستان فعالیت دارند بر رعایت قوانین و فرایین کشور ما مکلفند. او افزوده است: ما به کسی اجازه نمی دهیم که تحت عنوان کمک های بشری در مورد فیصله ها و یا مسئولین امارات اسلامی افغانستان سخنان بی مسئولیت گفته و یا تهدید نمایند. این در حال است که کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در موسسات داخلی و خارجی، خواهان وضاحت این گروه در مورد این تصمیم شده است. سه تن در دو رویداد جداگانه در فاریاب کشته شدند. منابع محلی در فاریاب از کشته شدن سه تن در دو رویداد جداگانه در این ولایت خبر می دهند. منابع محلی به روزنامه 8 صبح گفتند که یک کودک 7 ساله روز یک شنبه 4 جدی پس از افتادن در چاه جان باخته است. و گفته این منابع، این رویداد در روستای غندک ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب رخ داده است. در همین حال یک زن و یک مرد نیز در نتیجه رویداد ترافیکی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشته شدند. به گفته منابع، این زن و مرد در پی تصادم یک اراده موتر مسافربری کشته شدند. ولایت فاریاب در شمال افغانستان هرگاه شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار است. آغاز اختلافات بین طالبان: قمندان امنی طالبان در بدخشان در انفجار موتر بمبگذاری شده کشته شد. منابع در بدخشان از کشته شدن قمندان امنی طالبان در این ولایت در پی انفجار موتر بمبگذاری شده خبر می دهند. منابع محلی گفتند که یک موتر بمبگذاری شده صبح روز دوشنبه 5 جدی عبدالحق عمر، قمندان امنی طالبان در بدخشان را هدف قرار داده است. به گفته منابع، این رویداد در نزدیکی قمندانی امنی طالبان
در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. در این رویداد به شمول قماندان امنی طالبان در بدخشان 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گواهان از قربانی شدن غیر نظامیان نیز در این رویداد خبر دادند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت در مورد حمله انفجاری در بدخشان گفته که اختلافات داخلی طالبان علت وقوع این رویداد بوده است. پیش از این نیز مسئولان محلی طالبان در بدخشان در رویدادهای مشابه کشته و یا زخمی شدند. پوتین: غرب خواهان برهم زدن اتحاد روسیه است. پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه 4 جدی در مصاحبه با تلویزیون ملی روسیه گفت در محور پالیسی مخالفین روسیه این است که روسیه تاریخی را پارچه پارچه کنند. به گفته پوتین، غربی ها همواره در صدد تجزیه و مغلوب کردن روسیه هستند. او همچنین گفت هدف ما چیز دیگر است، می خواهیم مردم روسیه را متحد کنیم. پوتین بار دیگر از حمله بر اوکراین دفاع کرده و افزود ما در مسیر درست عمل می کنیم، ما از منافع ملی خیش حفاظت می کنیم، از منافع شهروندان و مردممان پاسبانی می کنیم. رئیس جمهور روسیه از حمایت کشورهای غربی به ویژه امریکا از اوکراین انتقاد کرد و تاکید کرد سیستم موشکی پیشرفته که قرار است امریکا در اختیار اوکراین قرار دهد تخریب خواهد شد. او گفت البته ما آن را یعنی موشک پارتویت را تخریب میکنیم 100%. موشک پارتویت یک سیستم ضد موشکی رهبری شونده زمین به هوا است که میتواند هواپیماها، میزایل ها و میزایل های بالستیک کوتاه‌برد را هدف قرار دهد و پیش از رسیدن به هدف در هوا منفجر کند. در همین حال مقام های روسی مدعیان که روسی تاریخی اوکراین را نیز شامل می شود از این رو به کشور حمله نظامی کرده و تا اکنون 4 منطقه آن را به خاک خود مدغم کرده اند. واکنش ها به من کار زنان: طالبان از تصمیم های غیر مسئولانه خود عقب نشینی کنند. گزارش از خبرگزاری 8 صبح: تصمیم های زن ستیزانی اخیر طالبان به ویژه من کار زنان در سازمان ها و موسسات های غیر دولتی واکنش های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی برانگیخته است. شمار از مقام های کشورهای غربی دستور من کار زنان در افغانستان را یک تصمیم غیر مسئولانه خواندند. سازمان های بین المللی این تصمیم طالبان را نقض آشکار اصول بشردوستانه توصیف کرده و از پیامدهای ناگوار آن در آینده نیز هشدار دادند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب کنید.